اگه این تیم مساوی صفر شد توی دلتا تی شده. پس این حالت حالتیه که دیفیوژن ندارم و فقط ادوکشنه. اینجا دیفیوژن دارم و ادوکشن ندارم، این جریان ندارم و اینجا دیفیوژن و ادوکشن رو کنار هم دیگه دارم. پس مسئله دیسپرژنی که ما دنبالش هستیم اینه. ما قبلا اومدیم این مسئله رو بررسی کردیم، دیفیوژن رو بررسی کردیم، خود ادوکشن رو هم به طور جدا بررسی کردیم. حالا باید شما این دوتا رو ترکیب کنید و برسید به این مسئله، یعنی دیفیوژن و ادوکشن رو بذارید کنار هم دیگه و بیاید این مسئله رو بررسی کنید. حالا برای اینکه من بتونم این مسئله رو ساده تر با استفاده از مباحثی که توی دیفیوژن توی همین فصل مباحث ریاضیاتی گفتم، میتونم از یک تکنیکی استفاده کنم و بیام دستگاه مختصاتم رو بذارم روی جریان، روی جریان سیال. اگه من دستگاه مختصاتم رو بذارم روی جریان سیال و با جریان سیال حرکت کنم، قرار بگیرم روی جریان سیال و با جریان سیال حرکت کنم و مسئله دیسپرژن رو نگاه کنم، در واقع میشه همون دیفیوژن خالص. دیفیوژن خالصی که در واقع ترم ادوکشنش رفته کجا؟ در واقع شما مسئله دیسپرژن رو دارید به صورت دیفیوژن فقط نگاش میکنید، که ترم ادوکشن رفته کجا؟ رفته داخل اون چارچوبی که شما در نظر گرفتید که داره با سیال حرکت میکنه. اصلا میتونم به این ترتیب ریاضیات مسئله رو ساده تر کنم. برای بررسی این مسئله دیسپرژن که شما بیا ادوکشن و دیفیوژن رو کنار هم دیگه در نظر بگیرید، الگوهای ریاضی متفاوتی ارائه شده، روش‌های ریاضی متفاوتی ارائه شده و این مسئله رو اومدن بررسی کردن. چیزی که ما اینجا بهش میپردازیم تئوری هست به اسم تئوری دیسپرژن تیلور و ما بحث دیسپرژن رو با استفاده از این تئوری تیلور درباره‌اش صحبت می‌کنیم. و من فقط مقدمات ریاضیاتی بحث رو میگم که به چه ترتیب هستش و دیگه ادامش که عملیات های جبریش هست رو از روی اسلاید ها دنبال میکنیم، چون دیگه این عملیات های انتگرال گیری، مشتق گیری، این تو کارها رو قبلا ما بارها انجام دادیم و دیگه معمول شده براتون. و فقط من مفهوم ریاضیاتیش رو میگم که به چه ترتیب هستش و اون جنبه های فیزیکیش رو و بعد میریم سراغ اون عملیات های جبری. خب فرض کنید من یک کانال دایره ای دارم. توی کانال دایره ای پروفیل سرعتم به این ترتیب خواهد بود، یو میشه در واقع یو به وی صفر که به عنوان سرعت متوسط در نظرش بگیرید، 2^(r^2) به a^2. برای کانال دایره‌ای پروفیل سرعت جریان هاگن پوآزی که قبلا ما درباره این زیاد صحبت کردیم توی میکروسیالات مقدماتی و خب با این پروفیل سرعت آشنا هست. من اگه معادله رو الان بنویسم، روند سی به روند تی به علاوه یو روند سی به روند ایکس که ترم های ادوکشن رو هم اینجا آوردیم داخلش، به جریان سیال میبینید که به این ترتیب هست. و سمت راستم رو یک دیسپرژن محوری رو من دارم که میشه روندو سی به روند ایکس دو و یکی هم در راستای شعاعی هستش که میشه یک آروم روند به روند آر، آر روند سی به روند آر به علاوه روندو سی به روند ایکس. یعنی اون معادله رو این بار دیگه به صورت یک بعدی ننوشتیمش. این معادله‌ای که ما داشتیم، این مدل UTD-UXC، این در واقع معادله به چه فرم بود؟ توی ابتدای این فصل معادله رو به صورت کلی به این فرم به دست آوردیم که روند سی به روند تی میشه چی؟ میشه دل داد دی دل سی. و این فرم کلی معادله الان به این ترتیبه که شما هم راستای شعاعی رو دارید و هم راستای محوری رو دارید در راستای ایکس. قبل از اینکه بپردازیم به حل، بذارید یک تحلیل ابعادی کنیم. اول یو روند سی به روند ایکس، این میشه چی؟ اردرش میشه وی صفر سی صفر به روی ایکس رفرنس. اگه بیام از یک ادوکشن تایم اسکیل استفاده کنم، این ترم روند سی به روند تی میشه چی؟ دوباره میشه همین، درسته؟ اگه از یک ادوکشن تایم اسکیل استفاده کنم، این تی مرتبط میشه دوباره با همین ایکس و این هم اردرش میشه این یکی میشه چی؟ اینجا میشه دی یا آر اینجا یا آر اینجا با هم یه خط می‌خورن سی صفر به روی A2. شو آر رو فرض کنید که آ باشه اینجا می‌نویسید و این میشه چی؟ این میشه دی سی صفر به روی L2 که ما از این ترمه چشم پوشی می‌کنیم. چرا؟ چون آ خیلی خیلی از این L کوچیک‌تره. آ خیلی خیلی از L کوچیک‌تر. و حالا با مساوی قرار دادن این ترم و این ترم، در واقع با بررسی این دو تا ترم و تقسیمشون با همدیگه، ما به یک عدد بیبود مهم میرسیم به اسم عدد پیکله. اگر شما بیه ترم ادوکشن رو تقسیم کنید به ترم دیفیوژن، این میشه چی؟ میشد وی صفر سی صفر به روی ایکس رفرنس
که این الان ترم ادوکشن ما هستش، تقسیم بر ترم دیفیوژن که ترم دیفیوژن